واحد یک، مروری بر کانادا کانادا جامعه‌ای پویا و چند فرهنگی متشکل از مردمانی متفاوت و گوناگون است. کانادا کشوری است که برای تفاوت و گوناگونی ارزش و احترام قائل است. قانون کانادا برای همه یکسان است. در کانادا از مردم انتظار می رود که نسبت به همه صرف نظر از سن، جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی، وضعیت خانوادگی و ازدواج، زبان، مذهب، ملیت، وضعیت مهاجرتی، گرایش جنسی و توانایی یا ناتوانی از خود تحمل و احترام نشان دهند. تبعیض افراد را از انجام کارهایی که دیگران آنها را آزادانه انجام می‌دهند، باز می‌دارد. تبعیض قائل شدن علیه کسی به معنی رفتار نابرابر با آنها به مفهوم منفی آن نسبت به سایرین است. قوانین کانادا رفتار بد و ناعادلانه با دیگران را به دلیل آنچه که هستند خلاف قانون می داند. مردم کانادا وجود تبعیض در جامعه را تشخیص می دهند. علا این که کانادا کشوری چند فرهنگی و پذیراست، یک نفر از هر پنج نفر در کانادا تبعیض را تجربه کرده اند. تبعیض در برخی موارد به خشونت منتهی می شود. رفتار خشونت آمیز ناشی از تبعیض در کانادا شایع نبوده، ولی نقض جدی قانون به حساب می تبعیض می تواند به شکلهای مختلف صورت گیرد. برخی اوقات تشخیص آن آسان است، در موارد دیگر مخفی تر است. به بعضی از مثالهای تبعیض توجه کنید. از کدام کشوری؟ به خانه ات برگرد. تبعیض بر اساس ملیت. تیم ما به بازیکنانش اجازه نمی دهد که موهای خود را بپوشانند. تو نمی توانی بازی کنی. تبعیض بر اساس مذهب آسانسور خراب است تبعیض بر اساس ناتوانی دو مرد دست در دست یکدیگر در انظار عمومی بی شرمانه است تبعیض بر اساس گرایش جنسی زنها نمی توانند این کار را انجام دهند تبعیض بر اساس جنسیت افرادی مثل تو نمی توانند در اینجا خرید کنند تبعیض بر اساس هویت جنسیتی اگر افرادی مانند اینها مرتب به اینجا نقل مکان کنند محله ناامن خواهد شد تبعیض بر اساس نژاد تبعیض می تواند شکل تجارب روزمره در قالب بی ها و توهین های ظریف را به خود بگیرد برخی از توهینها عبارتند از برخورد بد به دلیل بدلباس و نامرتب بودن برخورد بد به دلیل مشکوک بودن شما را با یک کارگر خدماتی اشتباه بگیرند. برخورد نابرابر و غیرعادلانه در دسترسی به خدمات در کانادا شما حق دارید موقعیت یا رفتارهایی را که به نظرتان تب می‌رسند، می محترمانه زیر سؤال ببرید. به توصیه هایی در مورد چگونگی کنترل و برخورد با تبعیض در کانادا توجه کنید. به نقاط قوت خود فکر کنید. با کسی که به او اعتماد دارید صحبت کنید. در صورت امکان به کسی که این کار را می کند بگویید بس کند. سعی کنید تا جزئیات مربوط به آنچه که اتفاق افتاده من جمله نام افراد، تاریخ، زمان و مکانی را که این مسئله رخ داده یادداشت کنید. این نشان خواهد داد که آیا الگویی از رفتار تبعیض‌آمیز وجود دارد؟ می توانید از یک کارشناس سلامت روان کمک بگیرید. می توانید برای راهنمایی با شماره تلفن موارد غیر اورژانس پلیس محلی تماس بگیرید. در صورتی که در خطر هستید، برای تماس با پلیس یا خدمات اورژانس شماره 911 را بگیرید. اگر آزار و اذیت در محل کار رخ دهد، ببینید که آیا کارفرمای شما سازوکاری برای مقابله با آزار و اذیت در نظر گرفته و دستورالعمل آن را پیروی کنید. باز نگه داشتن ذهن خود با انعطاف پذیری و تحمل تفاوت سایر مردم می تواند تا زمانی که به زندگی در کانادا تطبیق پیدا کنید به شما کمک کند. این امر می تواند از طرق زیر عملی شود. رعایت احترام در اعمال و کلام خود. احترام گذاشتن به حق همه مردم برای زندگی کردن مطابق میل خود، حتی اگر با شیوه زندگی شما متفاوت باشد و تشویق رفتار عادلانه با همه مردم بدون استثنا